سلام همراهان عزیز، خوش اومدید به قسمت جدید برنامه ما. توی این ویدیو میخوایم بهتون طرز بافتن یک شال خیلی خوش رنگ شاد با طرح فوق‌العاده رو نشون بدیم. شالمون جز شالهای پفکی هستش با یک کانوای چند رنگ درست شده که کانوای نسبتا جدید هست و یک قلاب شماره 9. با توجه به اینکه ظاهر شال رو میبینید حسابی حرفه‌ای و سخت و پیچیده میاد، ولی باید بهتون بگم اصلا کار سختی نیست و هر کسی که تازه شروع کرده به بافتنی، حتی مبتدی ها هم میتونن این رو ببافن. خیلیش به خاطر اینه که خب کانوایی که انتخاب کردیم یک کانوای خاصی هستش، یک کانوای بزرگ 280 گرمی هستش از سری چانکی کیکس که وگان هستش، هیچ پشم حیوانی توش استفاده نشده و این هم اطلاعات کلی شال هستش که مال چه کشوری هستش، وزنش چقدره، شماره خود کار رو میبینید و اسمش هست باله و خب تدریک کننده همون رقص و رنگ های هستش که توی شال لباس های باله استفاده میشه. 100% اکتوریک هستش، وزنش رو گفتیم 280 گرم. اطلاعات بیشتر روی شبکه های مثل اینستاگرام و فیسبوک میتونید توی کانالشون ببینید که محصولات جدیدشون چیه. این یک اطلاعات کلی درباره این کانوای نسبتا جدید هستش. رنگ بندیش هم جز رنگ هایی هستش که الان اومده توی بازار و مناسبه برای بهار و شروع فصل تازه. رنگ های از یاسی و صورتی گرفته تا بنفش و سفید، حسابی بازی های رنگ های مختلف و ملیح رو توی این کار میبینید. برای شروعش یه پای زنجیره شما باید بزنید که خیلی راحت 13 دانه رو شما سر میندازید برای شروع، که از این 13 دانه ما میایم دانه های پکیج های پفکی درست میکنیم. حالا اول از همه 13 تا رو سر بندازید، ببینید که خیلی هم خوش بافته، چقدر روی دست قشنگ. و همین الان زنجیره اولی که زده شد میبینید که چقدر خوش دسته. بعد از اینکه 13 تا زدید، 3 تای دیگه هم به اون 13 تا اضافه کنید. این 3 تایی که اضافه میکنید برای ارتفاع گرفتنه، یعنی که ما میخوایم شال رو ببافیم بریم بالا، پهنا لازم داریم. میبینید 13 تا بافتید، 3 تای دیگه هم اضافه کردید، بعد یه بار نخ رو میندازید دور قلاب، قلاب رو میکنید تو دانه چهارم از روی قلاب، نخ رو میگیرید میکشید. این کار رو 4 بار تکرار میکنید، ببینید چند تا دانه هست. 7 حلقه که روی قلاب بود، 7 حلقه رو یکی میکنید و پشت بندش هم یه دونه دانه ساده میبافید. همین کار رو عیناً تو دانه بعدی، یه دونه دانه جا میندازید میاد تو دانه بعد ترش میکنید، که 7 حلقه میندازید دور قلابتون و 7 رو یکی میکنید. ببینید 7 یکی شد، یه دونه هم دانه ساده پشت بندش زدید. برای پفکی با یه دونه روی بدنه اصلی کار جا میندازید، حلقه میندازید دور قلاب، 7 حلقه که شد 7 رو یکی میکنید و پشت بندش یه دانه ساده میبافید. به این پکیج های پفکی ما احتیاج داریم برای بافتن کل شالمون از پایین تا بالا. دقت کنید رج اولی یه مقدار رج هست که بنیادی تره، یه مقدار دقت بیشتری میخواد. اون 13 تا که بافتیم، 3 تا رو برای ارتفاع گرفتیم، بعد دستتون میاد پفکی ها چجوری بزنید با یک کم تمرین. چیزی که فراموش نکنید اون وسط اینه که یکی درمیون ببافید. یک دانه رو میبافید با 7 حلقه و یک پک تبدیل میشه به یک پکیج پفکی و یک دانه رو جا میندازید. این نکته رو دقت کنید، رسیدید به آخرین دانه. ببینید یک بار نخو میندازید دور قلاب و یک پکیج نهایی هم اینجا میزنید. 7 پفکی دارید، میبینید 1 2 3 4 5 6 7 پفکی دارید وقتی کار رو بکشید. پشت و روی کار هم به یک شکل هستش. 3 تا پای زنجیره میزنیم برای ارتفاع گرفتن و کار رو برمیگردیم. باید بگیم که خیلی کانوای خوشبافتی هست، توی ویدیو هم مشخصه که چقدر راحت توی دست جا میفته و چقدر راحت باهاش میشه بافت. اینجا نگاه کنید، توی ویدیو خوب مشخص تیز نشده جایی که شما قلاب رو میزنید بین اون دوتا پفک های رج قبلتون هست.
امیدوارم توی دانه بعدی مشخص باشه. اگر نه من با توضیح بهتون میگم. شما نخ رو میندازید دور قلاب، قلاب رو فرو میکنید بین اون دوتا پفکی که تشکیل شده، از زیر اون پل فرو میکنید، نخ میگیرید و تا اینکه 7 دانه داشته باشید، اینجا مشخصه، میبینید توی پفکی ها فرو نکرده، بین دوتا پفکی ها قلاب فرو رفته و پکیج زده. برای کسایی که یه مقدار با قلاب بافی آشنان، دانه آخر عیناً همون کار رو میکنه. برای کسی که یکم با قلاب بافی آشنان، خیلی پیچیده نیست و به نوعی میشه گفت خودشون آگاهانه این کار رو میکنن، خودشون میدونن، دست آشناست که کجا قلاب رو فرو کنن و ببافن. برای کسی که مبتدیان هم توضیح امیدوارم کافی باشه و همینطور دیدن این ویدیو که تا حدودی الان مشخصه شما کجا باید قلاب بزنید و همینطور عیناً رج بعدی. این دیگه بعد از این خیلی هم راحت میشه، چون که نمیخواد نگاه کنی دانه کجاست، من کجا قلاب رو فرو کنم، بلکه اون سوراخ باز بزرگتری که بین دوتا پفکی هست، اون میشه جایی که دانه شما، که قلاب شما فرو میره هست. رنگ هایی که میبینید همطور که اول ویدیو هم گفتیم، از یاسی و بنفش و سفید و صورتی هست تا گلبهی و تیره تر رنگی که اینجا داره یک رنگ ویولا هستش که دو سه بار هم توی کار تکرار شده. در کل میشه گفت که خانواده رنگی رنگ های روشن هستش این شال و خیلی خوب ترکیب میشه با رنگ های پالتوهای خاکستری، رنگ های تیره، تک رنگ، مونوکروم یا حتی خانواده رنگی گرم. یه مقدار از کانوا مونده، شما میتونید همطور که خودتون میخواین، دست خودتون ارتفاع کانوا چقدر باشه میتونید کامل ببافید یا اینکه میتونید باهاش یک پروژه دیگه رو شروع کنید. نمای کار رو میبینید از بالا و این هم آخرین دانه که الان بافته میشه. نخ رو کوتاه کرده، میبینید توی ویدیو آخرین دانه اینجا بافته میشه، دانه ساده زده شد و به همین راحتی نخ کشیده میشه و کور میشه. نخی که آویزونه و نخی که اول کار هست و راحت میتونید، دو تیکه نخ کوتاه هستش که راحت میتونید با یک سوزن کانوادوزی توی کار پنهون کنید کارتون، چون که طرحش درشته، بافتش درشته، اصلا دیده نمیشه که نخ رو کجا پنهون کردید. برای همین از این نظر راحت. این کناره کار هست که میتونید حجمش رو ببینید که تا چقدر نسبتاً کار حجمی شده و این هم روی هم گذاشته شال که با اینکه حجم حسابی سبک و پفکی شده. این ویدیو امروز ما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه، ازش لذت ببرید، حتما از کانال ما دیدن کنید، نظر خودتون رو برای ما بنویسید و اولین نفر باشید که از ویدیوها و برنامه‌های جدید ما با خبر میشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.